یونیسف معاش معلمان افغانستان را به گونه مستقیم بدون دخالت مقام‌های طالبان می‌پردازد. دادن تحفه 1.3 میلیون دلاری قطر به نماینده اشرف غنی پیش از فرو افتادن جمهوریت. سلام، به کانال یوتیوب افغانستان اینترنت تیوی خوش آمدید. صندوق کودکان سازمان ملل متحد یونیسف میگوید که در حال برنامه ریزی است تا معاش معلمان افغانستان را به صورت مستقیم به خودشان بدون دخالت مقامات طالبان بپردازد. ژانت بگلار رئیس آموزش یونیسف برای افغانستان به خبرگزاری رویترز گفته است که یونیسف در حال ایجاد سیستمی است که امکان پرداخت مستقیم به معلمان را بدون انتقال وجوه از طریق مقامات طالبان فراهم می‌کند. به گفته او یونیسف در مرحله آمادگی ثبت نام تمامی معلمان مکاتب افغانستان را آغاز خواهد کرد. رئیس آموزش یونیسف برای افغانستان گفته است بهترین راه برای حمایت از تحصیل و آموزش دختران در افغانستان ادامه حمایت از مکاتب و معلمان آنهاست. یونیسف از کمک کنندگان می‌خواهد که کودکان افغانستان را ناامید نکنند. به گزارش رویترز، خدمات عمومی در افغانستان به ویژه صحت و آموزش و پرورش از زمانی که طالبان قدرت را به دست گرفتند، دچار بحران شده است. بسیاری از دولت‌ها کمک‌های مالی خارج از کمک‌های بشردوستانه را قطع کردند. رویترز گزارش داده است که کمک‌های بشردوستانه به مواد خوراکی و پوشاک محدود شده است و کارگران خدمات عمومی از جمله معلمان برای ماه‌ها بدون حقوق باقی ماندند. از جانب دیگر میلیاردها دلار از وجوه بانک مرکزی افغانستان که در خارج از کشور نگهداری میشد نیز مسدود شده است. این در حالی است که مکاتب در حدود 30 ولایت کشور برای دختران بالاتر از صنف ششم بسته است. یک مقام طالبان به خبرگزاری رویترز گفته است که به زودی خبرهای خوبی در مورد بازگشت دختران بالاتر از صنف ششم به مکاتب منتشر خواهد شد. دادن تحفه 1.3 میلیون دلاری قطر به نماینده اشرف غنی پیش از فرو افتادن جمهوریت. به گزارش اسپوتنیک، نامه‌ای که از سوی رسانه‌های افغانستان منتشر شده، آمده است که اقرار می‌نمایم که این جانب محمد عمر داوودزئی نماینده خاص رئیس جمهور در ملاقات که با جناب سعید بن مبارک الخیاری نل هاجری سفیر و نماینده فوق‌العاده دولت قطر مقیم کابل داشتم، یادداشت محرمانه همراه با هدیه جناب جنرال عبدالدوسری که یک پارچه چک به ارزش 1.3 میلیون دلار آمریکایی می باشد را از جناب سفیر تسلیم شدم. نظر به تاریخ این نامه، داوودزئی این چک را چند روز پیش از فرو افتادن جمهوریت تسلیم شده بود. یادآوری می‌کنیم که بر پایه گزارش ها محمد اشرف غنی در هنگام گریز از افغانستان با خود 169 میلیون دلار را برده است، اما اشرف غنی چند روز پس از گریزش این ادعا را رد کرد. از اینکه با این ویدیو ما را همراهی کردید سپاسگزاریم.